درود به شما براندازهای عزیز. این روزا حتی انگلزاده های دوزاری هم تهدیدهای خامنه ای رو جدی نمیگیرن، چه برسه به اسرائیل و آمریکا. به خاطر همینم هم هست که دیروز ترامپ به ایلان ماسک گفته بود که باور کن جمهوری اسلامی هرگز به اسرائیل حمله نخواهد کرد. ساشا سبحانی هم درست یک روز بعد از تهدید جمهوری اسلامی به استرداد اجباریش به ایران اینطوری به ریش خامنه ای خندیده. یعنی نامه دادم میخوام ما رو برگردن ایران، ما چمدونو جمع کردیم، خودم با بیبی فقط دارم میام، تخت دو نفره باشه، ما بریم پرواز تهران رو بگیریم. دارم میام به تهران، دارم میام به تهران، فقط تخت دو نفره باشه، من با بیبی. ساشا سبحانی اینطوری به ریششون میخنده، اون وقت مزدوران ضحاک فقط زورشون به یکی مثل وفا احمدپور میرسه. البته زورشون هم که هرگز به وفا نخواهد رسید، فقط یه مدت میتونن اذیتش کنن. حکم وفا احمدپور و دانیال مقدم صادر شد و این دو خواننده آزادی خواه به 1 سال حبس، 2 سال ممنوعیت از خروج از کشور و 2 سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شدند. چند روز قبل یه جمله توی یکی از ویدیوها گفتم که خیلی مورد توجه قرار گرفت. به خامنه ای گفته بودم که دهه 80 و دهه 90 دارن میان، یه جوری شکافت بدن که به ما دهه 60 و دهه 70 پناهنده بشی. به نظرم ارزشی دهه 80 یا از اون بدتر ارزشی دهه 90 قرار روزای خیلی سختی رو در پیش داشته باشه. ای خالق هر قصه من، این منو این تو بر ساز دلم زخم بزن، این منو این تو هر لحظه جدا از تو برام، ماهی و سالی با هر نفسم داد میزنم، جای تو خالی منم، عاشق ناز تو کشیدم، به خاطر تو از همه بریدن، تنها تو رو دیدن، منم عاشق انتظار کشیدن، صدای پا تو از کوچه شنیدن، تنها تو رو دیدن. به نظر میرسه که سپاه نیمه های شب گذشته سعی کرده تا خونخواهی اسماعیل هنیه رو با یه عملیات تروریستی در اسرائیل به سرانجام برسونه که موفق به انجام کامل این عملیات نشده. سپاه میخواسته یه خودروی بمبگذاری شده رو در محل تجمع یهودیان منفجر کنه که این خودرو قبل از رسیدن به محل مورد نظر با دقت نیروهای اطلاعاتی اسرائیل منهدم شده و 2 تا از تروریستای وابسته به سپاه کشته شدن. این خبر در رسانه‌های اسرائیلی منتشر شده و این رسانه‌ها بر این باورند که سپاه می‌خواهد انتقام اسماعیل هنیه رو با حملات تروریستی در خاک اسرائیل بگیره. اما انگار پزشکیان هم مالکشای خوبی توی دم و دستگاهش استخدام کرده. الیاس حضرتی روی میانگین سن بالای کابینه پزشکیان اینطوری ماله کشیده. شما هی سن باید بالا، بله سن الان 60 سال دیگه سن پختگی افراده، نمیگم پیره، پیر بله، پیر کسی که الان شده رئیس شورای نگهبان، الان آیت الله جنتی ما هست مثلا، فکر کنم الان تعریف جهانی هم این صدا و سیما هم تصمیم نداره که دست از سر کچل ظریف برداره. امروز ثابتی نماینده سوپر مخالف ظریف رو آوردن به صدا و سیما تا یه افشاگری جالب از دلیل اصلی استعفای ظریف بکنه. گویا انگلزاده های ظریفم در خارج دست کمی از ساشا سبحانی ندارن. به تک تک عواملش سکم بدیم، بعد 10 سال همون افراد اگه خواستن وزیر بشن، بعد بگیم که خب دیگه حالا اونا خیلی هم مثلا نقشی نداشتن، یا مثلا آقای روحانی فقط جواب بده. آقای روحانی که حتما باید جواب بده، خب آقای روحانی قالی خب روحان وزیر معرفی نشده که، آقای ظریف که حتما باید جواب بده، ولی خب ایشون که الان دم دست ما نیستش که، یه جایی بهش پستی دادن، انتصاب کردن، بعدن هم مشخص شد طبق گفته وزیر اطلاعات در واقع استعلام اول نگرفته بودن، به خاطر اون بحث تابعیت فرزندانش مجبور شد که استعفا بده. خب ما هم دستمون به ایشون نمیرسه، من ایشون بود ایشون حتما باید جواب میداد. من میگم حالا عراقچی زحمت هم کشته. اما امروز بالاخره علی کریمی جواب یاوه‌گویی‌های حسین شمس مربی سابق تیم ملی فوتسال رو داد. حسین شمس ادعاهای عجیبی درباره علی کریمی، علی دایی، پهلوان رسول خادم و چند ورزشکار مردمی دیگه کرده بود که ویدیوش به تازگی منتشر شده. ببخشید من وقتی حرف میزنم، من بچه آخوندم، وقتی حرف میزنم دیگه یادم بیاد. خیلی متشکر، روزتون مبارک باشه. دور به حضرت عباس اگر فشاری روتون نیست نترسید اسم بیاری. بازی ایران و کره جنوبی چند سال پیش برگزار میشد، زننده 4 تا گلش علی کریمی بود، پاس دهندش مهدی مهدوی کیا بود.
و بعد اینا نمیتونن بگن آقا علی کریمی گل زد، مهدی مهدوی کیا پاس داد. چرا؟ چون از بالا گفتن آقا اسم اینا رو نیاری تو تلویزیون. و من اطلاع دارم چون علی کریمی شاگرد خودم، به خدا دنبال اینه که برگرده. ولی کیه که آغوشیشو باز کنه؟ کیه که آغوشیشو باز بکنه؟ من خواهشی که دارم به آقای دکتر پزشکیان برسونید بابا بس دیگه اینقدر آدم سیاسی گذاشتن بالا سر ورزش، یه ورزشکار بذارین. حالا نمیدونم علی کریمی مورد داره، علی دایی که اینجا وایستاده که این که زندگیشو اینجا گوشت، رسول خادم که بار میذاره رو دوشش میبره بلوچستان بی معرفتو، اینو دیگه چرا؟ خیلی متشکرم، روزتون مبارک. کریمی در واکنش به این صحبت‌های حسین شمس نوشت: حسین شمسی که وقتی رفتم عیادتش در بیمارستان به سید علی گدا و رئیس جمهور و فدراسیون فوتبال رکیک‌ترین فحشا رو میداد، الان زبون باز کرده. 10 دقیقه دیگه میموندم به منم فحش میداد. امیدوارم بابت خام مالی زرشکیان یه پست بهت بدن تا مجبور نباشی برای دیده شدن خزعبلات تحویل ملت بدی. اما امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی اعلام کرد که حکم دادگاه توماج صادر شده. رئیسیان نوشت: شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان در پرونده 1401 توماج صالحی پیرامون اتهام افساد که قبلا حکم اعدام صادر شده بود رأی براءت صادر کرد. درباره سایر اتهامات هم قرار موقوفی تعقیب صادر کرد و 2 اتهام نشر اکاذیب رایانه‌ای و اخلال در نظم را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 2 فرستاد. به این ترتیب فعلا حکم اعدام توماج باطل شده، ولی یادمون نره که از شیطانی به اسم خامنه‌ای هر چیزی برمیاد. باید همچنان تا روز آزادی توماج ازش حمایت کنیم. اما هر روزی که میگذره اتحاد پرستاران برای گرفتن حق و حقوقشون قویتر و منسجمتر میشه و نظام پزشکی جمهوری اسلامی داره از هم میپاشه. پرستاران یزدی هم امروز به این اعتصاب سراسری پیوستن. تمام پرستاران بیمارستان‌های عراق هم امروز اعتصاب کردند و اعلام کردند که تا به حق و حقوقشون نرسن حاضر به بازگشت به بیمارستان‌ها نخواهند بود.